گایز، چطوری بچه ها؟ من امیرضا هستم و اینجا کانال امید ایکس‌آر. خوش اومدید به این ویدیو. اومدیم با پارت ششم کریر نجات بارسلونا به همراه پپ گواردیولا و خیلی این کریر رو ازش بازدید کردید و لذت داریم با هم میبریم. رسیدیم به بازی منچستر سیتی، یکی از سخت‌ترین بازی‌های کل فصل. من یونایتد که انگلیسی بود و از رو برداشتی، حالا رسیدیم به منچستر سیتی شو. بریم مچ رو شروع کنیم و تیم آماده است برای این بازی، فقط شارپنسشون یه ذره پایین تیم، به اونم درست میکنیم در ادامه و تیمشون واقعا اونا تیم خوبی دارن و پلی مچ رو میزنیم. لیتس گو، بزن بریم سراغ این بازی توی نیوکمپ برگزار. لواندوفسکی، ژائو کانسلو، رافینیا و فرانکی دیونگ رو دیدیم توی صفحه شجرهای پرشور و هاره. عکس لواندوفسکی رو میبینیم، هالند و لواندوفسکی کی بهتر میشه؟ دستم میده به گواردیولا، با مربی جدید منچستر. بازی یکی از سخت‌ترین بازی همه. لواندوفسکی، پدری، فرانکی دیون پاسکاری میکنه با کونده، اون بر جا کانسلو. همشون خیلی همه بازی کنه تو ترکیب با منچستر سیتی بودن و بازی کردن. تو اینکی جا کانسلو هم مراقب باشه، این بازی دیگه بازی آسونی نیست. همین الان شروع کرد لوئیس دیاز، پاس برای لواندوفسکی، پدری نیز نقش این بازیکن میکاره برای کیمی شده، شوت میزنه اون بر فرانکی دیون. هافک ها دارن خوب شروع کردن، هافک همون. هالند یه حمله زد، بازیکن قلدور که کونده در برابرش کم نمیاره. دو تا دفاع قلدور داریم ما و هالند میتونه بازیکن خطرناکی باشه توی این بازی، ولی کونده راه همیشه میرسه. خواهان زیادی داشته پدری این فصل. گواردیول میخواستیم بریم بخریمش، ولی توی نظرسنجی شما گفتید آلفونسو دیویس بهتره، همین حرفم درست بود. یه پاس برای لواندوفسکی، میتونه تک به تک شه، تک به تک میشه، یه شوت میزنه. دقیقه 36 بارسا یکی جلو میفتن. منچستر سیتی تیم قدرتمند این روزای اروپا یه گل میخوره، اونم از کی؟ از پدر لهستانی. یه پاس فرار بده که سوت نیمه اول میخوره و یکیچ بارسلونا جلو افتاده از تیم منچستر سیتی. پپ گواردیولا داره تیم سابق خودش رو میبره. لواندوفسکی یه پاس دیگه برای فرانکی دیون. قلب منچستر سیتی در حال شلیک شدن به قلب منچستر سیتی بود. بایر مونیخ، بارسلونا و منچستر سیتی و بازم بارسلونا میتونه جام‌های متنوعی ببره. تا الان یه جام و فقط دست دادنم کوپا بوده، سوپرکاپا که قهرمان شد و چمپیونز لیگ هم داره اینجا هنوز میجنگه براش. آراخو نتونه سوپو بگی و دستان ترشتگن. دقیقه 60 بازی، یه توپگیری لواندوفسکی، سیو عالی از ادرسون داریم. رد شد ولی دوباره به آراخو رسید. آراخو کارشو ساخت. یه پاس برای فرانکی دیون تو این بازی داره خوب میدرخشه. لوئیس دیاز با سرعت خودش میتونه همطور توپو ببره جلو. ببینیم کسی میاد کمکش، همونو میخواد بشوده که دوباره گواردیولا میتونه بهترین بازیکن منچستر سیتی توی این بازی لقب بگیره، هم گواردیولا هم ادرسون. آلم میبینی که توی بازی بزرگ بازم نتونسته گل بزنه. آلوارز پاس میده به ارلینگ هالند، ارلینگ هالند میشوته و ترشتگن خیلی ریزی. ترشتگن یه گل دیگه بزنیم خیلی. آلوارم حتی منچستر سیتی خریده از رئال مادرید. دقیقه 90 و تمام. راحت میکشم که بازی سخت برگشت. بازی برگشت این بازی خیلی سخته. خب دیدیم که یکیچ برد این بازی رفتو، ولی بازی برگشت یکم سخته. واقعا میتونم بگم یکی از سخت‌ترین بازی‌های زندگیمونه. کادیز، با کادیز بازی داریم و نمیخوام واقعا چمپیونز لیگ رو از دست بدم، نه لالیگا رو از دست بدم نه چمپیونز لیگ، چون لالیگا رو ازمون خواسته قهرمان بشیم. مدیر عامل پویکسی میکنیم، یکیچ باختیم. اینجاست که لالیگا برامو خطر میشه. اونورم رئال مادرید یکی کرده، ببین هنوز راهی هست. یه لحظه من میخوام لالیگا رو ببینم اگه هنوز. بله، بازی بعدیمون توی لالیگا با رئال مادریده و اگه رئال مادرید ببره امتیازا مساویه
ولی به خاطر تفاضل گل ما صدر جدول هنوز داریم و بازی بعدیمون هم با رئال مادرید دو تا گیمبله این پارتمون هم جور شد بزن بریم. منچستر سیتی، رسیدیم به بازی منچستر سیتی. اگه قهرمان بشین تو این کاپ خیلی خوبه. هافبکم عالیه. نکن کی میشه 87 پدری 88 دیگه بگم فرانک دیونگ 88 تو اتحاد بازی نمای زیبایی از این ورزشگاه. داور توپ رو ور میداره ارلینگ هالند. طرفدارا خیلی امیدوارن که هالند توی این بازی گل میزنه. این اتفاق میفته این بازی حساس توی ورزشگاه اتحاد. هالند بازی شروع کرد. کوین دی بروینه پاس میده به آلوارز. رافینیا میره برای کورن میزنه رو کله اون بر کونده میزنه که چی شد پنالتی شد چه عجب یه پنالتی بر ما گرفتی داور عزیز. اینجا ببینید دیبرونه چیکار کرد. اوه پاشو زد دیده. ولی بازم خوب در آورد اون دفاع. لواندوفسکی پشت توپ میره برای ضربه تمام گل میشه. حالا بچ نزید پلو بیاره. منچستر سیتی دارن سوت میزنن خاطر اینکه کل ورشگاه 60-70 درصد ورشگاه منچستر سیتیه و دارن هو میکنن تیم منچستر سیتی رو. منچستر سیتی بدونه پپ گواردیولا یعنی چه شوت از رادری. لواندوفسکی چه بغل پای میزنه. موهای سرش پیر شده سفید شده ولی هنوز گل میزنه. این دیگه کیه؟ چه گل بغل پای زد دبل لواندوفسکی. واقعا منچستر سیتی بدون پپ گواردیولا اصلا منچستر سیتی نیست با این همه ستاره. دوباره دیویس. واقعا تیممون قویه و یه تیم خیلی قوی. هر چی فکر میکنم ما همه جا یک بازیکن درجه یک جهان رو داریم. خودتون ترکیب لحظه ببینید هر جا با من یه بازیکن درجه این داریم. میخوام به گاوی این بازی بدیم. سرژ روبرتو رو هم میارم حتی تو. سرژ روبرتو داداش. سرژ روبرتو که یه گل برامون زد خیلی هم گلش دستش درد نکنه. گاوی یعنی میتونه گل بزنه به منچستر سیتی. منچستر سیتی که ناامید از این بازی و هیچ امیدی به برد نداره. راحت عشان منچستر سیتی شده بازیچه پپ گواردیولا. من تونست رد بشه یه آراخو یه هالند. بدون کی؟ آراخو. بعد میگید شما این بعد جز بهترین دفاعی جهان لقب بگیره با من. دیگه نتونسته هالند زهر خودش رو ریخ ولی هیچ فایده نداره. بعد دوتا گل دیگه بزنن حتی مساوی بشه دوتا دیگه گل بزنن ولی اعتماد به نفس منچستر سیتی رفت بالا و بازی یکم سخت شد. این چیکار میکنه؟ حالا با خوب رد میشه. اینجا دیبروینه گل 2-2 رو میزنه. این بازی 2-2 شد. ژاو فلیکس میاد وارد زمین بشه. تیم خوبی بود واقعا ولی دیر عمل کرد و شاید هم مساوی بشه این بازی. کسی خبر نداره از آینده این بازی. چند دقیقه دیگه معلوم میشه که منچستر سیتی میره بالا یا بارسلونا. همین نتیجه میره بالا. میره برای شوت. پدری فران تورس میاد جای لوئیس دیاز. دقیقه 89 نباید دقیقه 90 گل بخوریم. بازی یک گل میخواد سیتی. یک گل سیتی بزنه تمومه و کار سخت میشه برای بارسا. یک چند دقیقه تا چند ثانیه تموم شد دیگه چی دارم میگم. رفتیم بالا بازی 2-2 شد. بازی جذابی بود کلا در مجموع این دو تا بازی که انجام دادن جذاب بود و پپ گواردیولا تونست تیم سابقش هم ببره و الان دارم بهتون ثابت میکنم که این قدرت پپ گواردیولا یه قدرت تریاک. اینجا قدرت پپ گواردیولا که اون ور دیدیم بایر مونیخ اومده بالا، بارسلونا اومده بالا، رئال مادرید اومده بالا، پاری سن ژرمن. بازی سرنوشت ساز لواندوفسکی و وینیسیوس جونیور در برابر هم قرار میگیرن توی این بازی. امیدوارم از گزارش کردن منم خوشتون اومده باشه. خب اومدیم آخری ال کلاسیکوی نه آخری کلاسیکو نیست اشتباه نکنید و توی چمپیونز لیگ هم میتونیم مرحله بعد به رئال مادرید خورده باشیم. اوه صحنه از قبل بازی درگیری اوسیمن دو مربی آنجلوتی و پپ گوردیولا با هم شد. میبینی که رئال مادرید گل زده
بازی سختیه. این رئال مادرید رئال مادرید نیم فصل اول نیست که دو بار به ما باخت، یه دونه توی لیگ بردیمش، یه دونه هم توی سوپر کاپ بردیمش. و حالا از این بازی که سرنوشت سازه و خیلی مهمه توی لیگ، معلوم میکنه کی قهرمان لیگ میشه. واقعا معلوم میکنه، واقعا معلوم کننده اوسیمه. میاد همین الان اعتماد به نفس خودش رو ببره بالا. نمیدونه تشتگی اونطوری گل نمیخوره. اسکو بزن به این سراغ ال کلاسیکوی حساس. ببین هر تیم ببره تمومه. اوسیمن، شوامنی، برام که لواندوفسکی موقعیت شکنی نکنه تو این بازی. تو هر بازی که دیدیم موقعیت شکنی نکرد، موقعیتشو هدر نداد. ببینی ولی تو این بازی میتونه این کار رو دوباره ادامه بده و نشکونه موقعیتشو. آراخو دوله توپ اوسیمن وایساد، ولی یه پاس اشتباه، یه تیرک، یعنی چه اتفاقی داره میفته؟ اول بازی هیجانی شروع میشه. لوئیس دیاز جو لواندوفسکی رو میبینه. لواندوفسکی میذاره توی دروازه. پدر لهستانی، پدر تیمای بزرگ به جز رئال مادرید. والبرده یه دونه این والیای قشنگش میزنه تو بازی منچستر سیتی ازش دیدیم. لوئیس دیاز اینجا دفاع رئال مادرید کلاً محو کرد. اخونه یه پاس فرار برای لوئیس دیاز، آفساید نیست. دفاع خوبی داره مارتینز، داره خوب میاد. یه پاس برای پدری و فرانک دیوی، گل مفت و به ثمر میرسونه و بارسلونا 2-1 عقب میفته. موقعیت داره، یه ضربه میزنه که ترشتگن مثل یه موز دفعش میکنه. آفساید و نیمه اول هم تموم شد. میریم سراغ نیمه دوم. بازی بالی بود، 2-1 جلوییم و لالیگا رو داری فتح میکنیم دیگه. آسیمن یه شوت، ولی دوباره دستانه ترشتگن پاس. لوئیس دیاز داره تک به تک میشه، رو دیگه رو داره. اونور رافینیا رو میبینیم، دوباره میتونیم گل دروازه خالی بزنیم به رئال مادرید که این اتفاق نمیفته. کونده بدون خطا توپو گرفت. لواندوفسکی اونور داره رافینیا رو میبینه. بازیکنای رو زمین زیادن، ولی چه اشتباه باستاد آموسن. رافینیا چیکار کردی؟ گارسیا حمله میخواد بزنه. تونی کوروس، جود بلینگام، وینیسیوس جونیور رو باز زودتر میورد جلو اگه میخواست گل بزنه. اوسیمن میزنه دوباره. ترشتگن، هیچ کی به این ترشتگن راحت نمیتونه گل بزنه. ترشتگنی که اوبراش 90 باشه هم قدرت کورتواس دیگه. اشتباه واقعا. الان چه اتفاقی افتاد؟ داور زن باشه هم نمیشدیم. خیلی از ستاره های جهان رو داریم توی یه خواب میبینیم. اینجا رودیگر رو یه ذره پاشو گره. بلینگام ضربه رو میزنه. ترشتگن میپره ولی اشتباه. بازی 2-1 میشه و حساس. ای تو همین کریم نجات بتونیم هم لالیگا رو قهرمان بشیم هم چمپیونز لیگ، واقعا این تیم رو نجات دادیم و تمام میکنیم. بر پدری میخواست پاس بده به فران تورس، ولی پاسش اشتباه بود. دقیقه 89، نباید گل بخوریم. ثبت میشه کامبک با رئال مادرید و تمام. 2-1 رئال مادرید رو بردیم. این از سومین ال کلاسیکو که بارسا امسال برد. 2-1 بردیم ال کلاسیکو رو. هر چی ال کلاسیکو برده امسال برده بارسلونا. واقعا هیچی از دست این بارسلونا هیچکی دستش بر نمیاد. خب رسیدیم به بازی والنسیا و میبینی که صدر جدول گرفتیم. امیدوارم بازی رو نبازیم و خوردیم به بایر مونیخ. یعنی خیلی احتمالات زیاده که ما فینال بخوریم به رئال مادرید. چه بازی بشه ال کلاسیکوی چمپیونز لیگ فینال. و بریم برای بازی والنسیا که این بازی رو کویک سیم میکنم و یک بازی فکر کنم نسبتا خوب بتونه باشه و امیدوارم تیممون ببره. کویک سیم میکنیم که 4-2 بردیم. لواندوفسکی دیویز و فرانکی دیونگ برامون 4 گل این بازی رو زدم و خیلی تیم داره قشنگ میره بالا. خیلی داریم خوب عملکرد نشوند و خوردیم بایر مونیخ که دارید میبینید یه تیم وحشتناک. بایر مونیخ هم این فینال یا همون نیمه نهایی رو داریم با هم میبینیم. بایر مونیخ با بارسلونا، رئال مادرید با پاری سن ژرمن. دوست دارم بهش بخورم رئال مادریدشون. رئال مادرید رو امسال خیلی بردیم و امکانش زیاده که توی فینال هم باز ببریمش، ولی پاری سن ژرمن یکم امباپه رو داره هنوز و یکم سخت کار. پاری سن ژرمن با اینکه تو واقعیت هیچ کاری نمیکنه، ولی تو اینجا خیلی قویه و
الان که بازی بایر مونیخه که به نظر من همینجا این پارت رو بذاریم کنار، پارت پروپیمونی شد و پارت بعدی اگه برسیم فینال چمپیونز لیگ میمونه 3 تا گیم پلی، یعنی 2 تا بازی رفت و برگشت بایر مونیخ و یه دونه فینال میشه 3 تا گیم پلی. قشنگ ببین جوری براتون درآوردن که تو این پارت بعدی هم 3 تا گیم پلی داریم، 3 تا گیم پلی مهم، یعنی انقدر جذابه. شان هم اصلا نبریم، شان بایر مونیخ ما رو برد، اصلا هیچ کاری نتونستیم بکنیم و میره برای فصل بعدی قهرمان شدن توی چمپیونز لیگ. از این ویدیو خوشت اومد سابسکرایب و بزن زنگوله گوشش رو حالت آل بذار که هر موقع ویدیو جدید گذاشتم بیای ببینی، اولین نفر بیای ببینی، خبر بده که این امید ایکسار ویدیو گذاشته بود و بیا ببین. لایک شما باعث میشه که ویدیو من ساجست بشه به بینندگان بیشتری و بازدیدم بره بالا. لطفا این کارو بکن. تا یه ویدیو دیگه و یه کریر مود دیگه، بدرود.